درود و صد درود بر من خدای رنگین کمان. امیدوارم هر جایی که هستید شما خوش و پیروز. امروز هستم، امروز دوشنبه برابر با 15 ژوئیه 2024، در خدمت هستیم با بروز رسانی وضعیت بازارهای مالی. نگاهی داشته باشیم به اتفاقاتی که در این 2 3 روز گذشته افتاده. روزهای بسیار پرتنشی داشتیم و بعد بررسی کنیم که امروز از بازارهای مالی چه انتظاری باید داشته باشیم و چه چیزی هستش. حالا من همزمان که تحریم اقتصادی رو باز میکنم و تا نگاهی به داده‌ها داشته باشیم و همینطور البته به دیگر اتفاقاتی که ما در بازارها داشتیم و وضعیت کنونی روندی که در بازارهای سهام در آسیا داریم، همونطور که میبینید مسئله که میدونید، همونطور که میدونید خب بحث دیگه تکرار چیز نکنیم، تکرار نکنیم. همه میدونیم اتفاقی که برای آقای ترامپ افتاد و ترور نافرجامی که شکل گرفت. خب این چند تا تاثیر خیلی مهم رو بازارها گذاشت، به خصوص رو بازار کریپتو و بازار رمزارز تاثیر خیلی مثبتی گذاشت. دلار رو تقریبا تقویت کرد، این مقدار نامشخص وضعیت نامشخص در بازار رو ایجاد کرد که حالا روی چارت بیشتر توضیح میدیم. ولی به صورت کلی این در واقع این خبر شاید یه جورای مهمترین خبری بود که داشتیم، ضمن اینکه تنش هایی که بین اسرائیل و فلسطینیا داشت یه مقدار نرمتر میشد و میرفت به سمت یه جورایی شاید صلح و حداقل پیمان توقف جنگ به صورت محدود. همون هم از بین رفت و نگرانی ها و شاید که بود بیشتر هم حتی شد. بریم یه تقویم رو نگاه کنیم، بعد دو چارت من در مورد داده اقتصاد داد در مورد تاثیر مسئله ژئوپلیتیک بیشتر توضیح میدم. امروز تقویم ما خب همراه هستش با تعطیلات در ژاپن که خب رو بازارهای آسیایی به دلیل کمبود نقدینگی تاثیر میذاره. در ترکیه هم امروز به خاطر روز دموکراسی تعطیل است. امیدوارم که در ایران هم ما دموکراسی به زودی داشته باشیم و بتونیم اونجا هم یک روز رو برای روز دموکراسی جشن بگیریم. این دادایی که اینجا میبینید در چین، امروز دادای چین اگه خاطرتون باشه من از همون اول سال بارها و بارها عرض کردم خدمتون که چشمانداز اقتصادی چین امسال به شدت نگران کننده است و اول سال که کنگره خلق چین چشمانداز رشد حداقل 5% رو برای امسال تعیین کرد، من اعتقادم این بود که چین امسال جی دی پیش میتونه 4.2 4.3% باشه و به 5 نرسه، بین 4 تا 4.5 ماکسیموم میتونه باشه و قطعا ما به 5% امسال در چین نخواهیم رسید. نگرانی ها در چین بسیار زیاده و ما باید اینو جدی بگیریم. اتفاقاتی که در چین هست یه مقدار شرایط در واقع شرایطی که نیاز به توجه بیشتر داره. امروز مثلا سرمایه گذاری های غیر منقول در واقع سرمایه‌گذاری ثابت، حالا یه جورایی رشد 3.9% داشت در ماه جون، نشون داد که سرمایه‌گذاری ها هم کمتر شده. حالا اینو شما اینو در نظر بگیرید که میزان خرده فروشی هم کمتر شده، میزان اعتماد مصرف کننده هم کمتر شده. جی دی پی رشد تولید ناخالص داخلی در 3 ماهه دوم 7.5% رشد کرد. این برابر در 3 ماهه قبلی، در 3 ماهه اول 1.6% رشد جی دی پی رو داشتیم، برآوردها اولیه و 1.5% بود، بعد شد 1.1%، الان حتی همون 1% هم نرسه، 7% تولید ناخالص داخلی رشدش بود در 3 ماهه دوم. در مقیاس سالانه رسید به 4.7%، یعنی تقریبا مشابه با اون پیش بینی که من اول سال داشتم، یعنی 4 تا 4.5%. اینا نشون دهنده اینه که ما باید نگرانیمون بیشتر بشه. حتی تولیدات صنعتی که در تقویم می‌بینید رنگش سبز تو که اینجا می‌بینید و یه جوری شاید بهتر از انتظارات 4.9% شده 5.3%، دقت بفرمایید که در ماه می این 5.6% بود، یعنی نسبت به ماه قبل حتی کمتر شده. حالا ما اگه اینو اضافه کنیم به اون تنش‌های تعرفه‌های اقتصادی که بین پای گمرکی که بین چین و اتحادیه اروپا داره شروع میشه و قاعدتا در ادامه سال باید با امریکا هم بیشتر بشه با توجه به این شرایط، خب این میتونه میزان تولیدات رو اصلا در چین بیاره پایین تر، چون میزان صادرات میتونه درخواسته براش میاد پایین. اینو در نظر بگیرید، با اینکه حالا در واقع حالا میگم خیلی اتفاقای دیگه هم که ما داشتیم در بخش ساختمان و و و اینها نشون دهنده این هستش که ما نگرانی هامون نسبت به چین نباید ساده انگاری بشه. نرخ بیکاری شاید تنها داده خوشبینی بود که 5% بود، ولی خب ما تو دادهای چین نرخ میانگین درآمد ساعتی رو نداریم، نمیدونیم واقعا میانگین درآمد ساعتی، من نمیدونم الان دقیقا در چین چقدر، باید بیشتر بررسی کنیم.
امروز در ادامه تولیدات صنعتی حوزه یورو رو ما خواهیم داشت و جلسه یورو میتینگ رو داریم. در ایالات متحده امروز ما سخنرانی زیاد داریم، حالا هم رئیس فدرال رزرو پاول سخنرانی داره، هم چیز سخنرانی داره، هم از اعضای فدرال رزرو دالی سخنرانی داره. ما اینو میگم که با توجه به اینکه جلسه بعدی فدرال رزرو بین در واقع روزهای 30 و 31 این ماه هستش، از شنبه این هفته دوره 10 روزه سکوت شروع میشه و تا روز شنبه از فدرال رزرو اجازه سخنرانی دارن و صحبت دارن. در روز شنبه تا 30 این ماه اجازه که میشه تقریبا 10 روز قبل از اون، از 20 تا 30 اجازه اظهار نظر پابلیک ندارن، اظهار نظر عمومی ندارن. این قانون برای فدرال رزرو بهش میگن دوره خاموشی. پس ما تا روز شنبه سخنرانی داریم و بعدش بر سخنرانی حواسمون باید باشه. حالا تاثیر این دادای چین، بذار من چارت که رفتیم در موردش خود صحبت میکنم تاثیرش رو. اما این دو تا فرمانده. اما در مورد گزارش های درآمدی امروز میدونیم که گزارش های درآمدی گلدمن ساکس منتشر میشه. تو گزارش درآمدی شاید در واقع مهمترین این باشه، فردا گزارش های درآمدی بیشتری داریم، ولی امروز در واقع گلدمن ساکس که قبل از شروع بازارها قرار گزارشش منتشر بشه. گزارش های درآمدی بانک ها تا حالا بد نبوده، با توجه به شرایط نرخ بهره بالا که داشتیم بانک ها بد نبوده، ولی اینکه شرکت های اقتصادی و تولیدی به خصوص شرکت های تولید مثلا کوکاکولا هفته قبل نگران کننده بود، دلتا ایرلاینز خوب نبود که روز پنجشنبه منتشر شدن. ما در ادامه ما شرکت های چیز رو شرکت هایی که حالا به خصوص در واقع مؤسس شرکت هایی که بخش تولید هستن، در بخش تولید فعالیت میکنن، اینها گزارش های درآمدیشون احتمالا چندان مثبت نباشه و این مثبت نبودنه میتونه تاثیر سوء رو بازارهای سهام داشته باشه. اینو ما تو 3 ماه اول عرض کردم خدمتتون که ما در 3 ماه دوم یه مقدار در مورد گزارش های درآمدی باید محتاط‌تر باشیم که خب حالا شروع میشه. اما بریم، من قرار است که چارت برم، اینم بهتون نشون بدم که با توجه به دادایی که داشتیم و با توجه به اتفاقایی که داشتیم، احتمال کاهش نرخ بهره در جلسه ماه سپتامبر شده 88%، بالاترین سطحی که تا حالا احتمال میرفت. و حالا این تغییر تحولا در برای این ماه شده 4.7% احتمال کاهش نرخ بهره، که خودمون به اونش در واقع زیر 1% بود. خود همین، حتی قطعا در این جلسه ما کاهش نرخ بهره نخواهیم داشت، ولی همین که این احتمالات بازار این شانس در واقع براش تا 1% در روش بدی کرده، افزایش بدی کرده، این خودش نشون دهنده این هستش که ما میتونیم روی قطعیت خیلی بیشتری برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر حساب کنیم. اما بریم روی چارت ببینیم که خب حالا با توجه به این شرایطی که داریم در چارت های ما چه خبره. چارت های ما نشون دهنده چند تا موضوعه. حالا من در مورد این الان چارت بیت کوین، در مورد بیت کوین اولی توضیح بدم که ببین اتفاقاتی که در ایالات متحده افتاد خب قطعا تاثیرش روی بحث بیت کوین چرا مثبت بود. حالا در مثبت بودنش به خاطر اظهار نظرهایی بود که آقای ترامپ قبلا انجام داده بود نسبت به اینکه خب ما در حالا نسبت به حالا این که بیت کوین قبلا حتما باید در ایالات متحده یه سری اتفاقای براش بیفته و این مسائلی که در مورد خوشبینی که برای طرفداران رمزارز ایجاد کرده بود یه تاثیر مثبتی روی این مسئله گذاشت، چون بعد از این اتفاق احتمال چیزش بیشتر شد، احتمال در واقع موفقیت و پیروزیش در انتخابات بیشتر شد. ضمن اینکه کمپین انتخاباتی آقای ترامپ هم رمز ارز قبول میکنه به خصوص بیت کوین و خود همینا باعث شد که در واقع با احتمال بیشتر موفقیت آقای ترامپ در انتخابات خب به یه خبر خوبی برای رمز ارز باشه و این به نوبه خودش باعث افزایش بیت کوین شد. ضمن اینکه این آنسرتین یه نامشخصی بازار، این شرایط نامشخص بازار خود همین هم عاملی میشه برای در واقع چیز عاملی میشه برای اینکه طرفداران رمز ارز توی این شرایط نامشخص یه مقدار بیشتر بشن و خریدها برای رمز ارز یه مقدار درخواستا براش بیشتر بشه، شرایطی که شرایط نامشخص سیاسی وقتی ایجاد میشه. این در مورد بازار رمز ارزها و دلیل رشدش. در ما در نظر تکنیکال ما قبلا صحبت کردیم که بین 50 در واقع بین 57000 دلار و 62000 دلار یه محدوده نامشخص و هر روند صعودی یا نزولی باید خودشو بالاتر یا پایینتر از این سطح بیا تایید کنه. اما بریم در بازار دیگه ببینیم چه خبره. در مورد طلا، طلا خب با توجه به اینکه حالا به صورت کلی که خب قبلا هم صحبت کردیم طلا در یه روند صعودیه و این روند صعودی شتاب پیدا میکنه، هدف بعدیمون هم اولوش 2450 در واقع اولوش 2450 دلار به عنوان هدف بعدی قیمت طلا. به صورت کلی روند طلا روند صعودی، یعنی چنان ما دلیلی برای روند کاهشی نداریم. چند تا عامل داره، خب اول علاوه بر اینکه حالا این تاثیرات ژئوپلیتیک و اینا باعث شد که خب الان تقویت بیشتری بشه بازار، ما میدونیم
که اون ترس از این که آیا بازارهای سهام واقعا به اون نقطه ای رسیدن که احتمال کاهش کی هر لحظه در واقع خیلی از سرمایه این حسه هست، حالا چه به درست چه به اشتباه، خیلی از سرمایه گذارا و سرمایه گذارا و در واقع تریدرها در مورد بازار سهام در ایالات متحده این اعتقاد دارن که خب به این مرحله رسیده که احتمال یک کاهش شدید ما خواهیم داشت. همین حس، حالا چه میگم چه درست باشد چه اشتباه یه بحث دیگه است، در مورد اینکه درست اشتباه نمیخوام صحبت کنیم، مثلا اینه که همین حس باعث میشه که در واقع ما درخواستامون برای پناهگاه های امن بیشتر بشه، این درخواست بیشتر برای پناهگاه های امن داشته باشیم که خب همینم هم برای طلا معمولا در واقع ایجاد میشه، چون یه بخشی از این پول میره به سمت در واقع در خب پولایی که بازار سهام خارج میشه میره به سمت پناهگاه های امنی مثل طلا. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که یه پناهگاه امن دیگه هم داریم، اونم اوراق قرضه است، ولی با توجه به اینکه احتمال کاهش نرخ بهره داره بیشتر میشه و سود اوراق قرضه رسیده به 4.18 و اوراق قرضه مثلا 10 ساله را شده 4.18، خود همین باعث میشه که هر چقدر سود اوراق قرضه کمتر میشه درخواست معمولا برای طلا بیشتر میشه. خب پس وضعیت طلا کلا همچنان هم از نظر فاندامنتال هم از نظر تکنیکال کاملا توی روند صعودی. در مورد بحث نفت، بازار نفت اگه بخوایم بگیم، نفت امروز تو محدوده 81 تا 80 دلار تو همین محدوده ها ثابت تونست خودش رو نگه داره، خود همین برای خبر برای نفت خبر خوبی این که تونست خودش رو ثابت نگه داره علیرغم کاهش و افزایش شدید بالا پایین که اول در شروع بازار داشتیم. خب ببینیم دادهای اقتصادی چین که ضعیف بود، چشم انداز رشد اقتصادی چین هم که ضعیف بود، این باعث میشه یه خبر منفی برای نفت تلقی بشه، اما از اونجایی که شرایط نامشخص سیاسی و ژئوپلیتیک هم در ایالات متحده هم در خاورمیانه تشدید شد، خود همین باعث میشه در واقع درخواست برای نفت دوباره افزایش پیدا بکنه و اون تنش های در واقع تنش ژئوپلیتیک به این صورت وقتی بیشتر میشه معمولا افزایش قیمت نفت رو روش تاثیر مثبت میذاره. این دو عامل که عامل های متضاد در هم دیگر بودن باعث شدن که قیمت نفت تقریبا در یک حالت نیمه تثبیت تو این محدوده ها بمونه. در مورد بازارهای سهام، در مورد بازارهای سهام اگر ما بخوایم صحبت کنیم، حالا اس ام پی 500 رو به عنوان شاخص در واقع عمومی در نظر بگیریم، ببینید ما الان چند تا عامل بازیگر خیلی مهم داریم تو بازارهای سهام. یکی از اون عوامل خب گزارش‌های درآمدی که داره منتشر میشه و قطعاً تأثیر زیادی رو بازارها خواهد داشت از این به بعد. من شخصا اعتقاد دارم که با توجه به اینکه گزارش‌های درآمدی به غیر ببینید الان تا الان دلیل از رشد اکثر شاخص‌های بزرگ ما دلیلش شرکت های تکنولوژی و غولهای تکنولوژی بودن، حالا با توجه به این که الان دیگه حالا ما غولهای تکنولوژی اینجا صحبتی در واقع کم کم وقتی تو وارد باز گزارش درآمدی میشیم دیگه صحبت صرفا در مورد غولهای تکنولوژی نیست و اینجا بخش های دیگه هم داره روی کار میاد و صحبت میشه در موردش، بخصوص حالا بخش های تولیدی، اینها میتونه اون پاشنه هاشیل باشه چون بخش تولید شاخص مدران خرید در بخش تولید ما الان ماه هاست که داریم در محدوده زیر 50 درصد حرکت میکنه و این نشون میده که میزان در واقع اعتماد در بخش تولید اعتماد ضعیفیه. خود همین شرکت های تولیدی میتونن تاثیر تقریبا تا حدی برعکس روی بازارا بذارن و ما باید نگران این مسئله باشیم، این نگرانی باید داشته باشیم. اما از اون طرف باز این عامل برعکسش که برای رشد بازار سهام میتونه مثبت باشه چی، از اون طرف عامل برعکسش اینه که خب ما یه چیز داریم در واقع ما اینجا یه احتمال بیشتر داریم برای کاهش نرخ بهره، همین احتمال بیشتر برای کاهش نرخ بهره خب میشه یک جوری عامل محرک عامل مثبت برای بازار سهام که خب در ادامه اگر بخواد این مسئله رو پیدا بکنه میتونه رشد بازار سهامو در واقع چیکار کنه تامین کنه. این عوامل متضاد هم دیگه هستن، ما باید ببینیم که بازار چی میشه. من خودم شخصا انتظار این که یاد بیشتر از این بخواد بازار رو رشد کنه رو ندارم. من شخصا تو محدودهایی هستم از بالاتر از 5000 تا حداقل برای اس ام پی 500 از بالاتر از سطح 5350 5400 که الان 5630 هستیم، از بالاتر از این سطح من خودم دیدگاه هم نسبت به بازار سهام در ایالات متحده دیدگاه نزولیه، دیدگاه مثبتی فعلا ندارم به خصوص با توجه به شرایطی که داریم. خب الان البته یه چیزی بگم، ما احتمال افزایش در واقع از امروز جلسه حزب جمهوری خواه داره شروع میشه و این شروع شدن جلسه حزب جمهوری خواه که خب قطعا در 4 روز 3 روز چهارشنبه 3 روز آینده 3 روز بعد که میشه آقای ترامپ رو به عنوان به صورت رسمی در واقع رسما میشه نماینده جمهوری خواه در انتخابات احتمال 99.9% این میتونه برای بازار سهام مثبت باشه چون دیدگاهی که آقای ترامپ داره در مورد بحث تکس و غیره یعنی احتمال افزای احتمال در واقع بیشتر شدن احتمال ریاست جمهوری و موفقیت آقای ترامپ در بازار سهام معمولا در انتخابات معمولا خبر نیمه مثبتی برای بازار سهام هم حساب میشه. میگم عواملی که متضاد هم دیگه هستن عوامل زیادی هستن،
طی این هفته کلا تا آخر هفته سخنرانی بسیار زیاد داریم و همونطور که عرض کردم خدمتتون، از روز شنبه این هفته هم اون دوره سکوت برای سخنران های اعضای بانک مرکزی ایالات متحده شروع میشه، چون 30 و 31 جلسه دارن. 10 روز قبل از اون اینا جدی صحبت کردن در چیزهای عمومی در پابلیک رو ندارن و همین مسئله باعث میشه که در واقع ما سخنرانی که تا روز شنبه داریم سخنرانی مهمی باشه. یه نکته دیگه هم که مهمه اینه که ما قبل از اینکه جلسه 30 و 31 فدرال رزرو داشته باشیم، 26 داده های تورم مصارف شخصی رو داریم، که وقتی ببینید یه نکته که وجود داره که در ایالات متحده وقتی بانک مرکزی میگه تورم باید به اون هدف 2% ما برسه، منظورش از تورم تورم مصارف شخصی، اونم کدوم یکی؟ کور پی سی پرایس ایندکس، یعنی تورم هسته مصارف شخصی، که تورم مصارف شخصی رو باید بدون در نظر گرفتن قیمت مواد غذایی و انرژی میسنجن. وقتی بانک مرکزی میگه تورم باید به 2% برسه، منظورش اونه. پس بنابراین ما قبل از جلسه بانک مرکزی در آخرین ماه 26 این ماه 26 جولای ژوئیه ما جلسه داده تورم داریم، چون میتونه قطعا برای روند بازار سهام مثبت باشه، چیز مهم باشه. میگم بازم در مورد نظر شخصیمو گفتن در مورد بازارها اونم. خب طلا رو گفتیم، دلار رو در شاخص دلار هم صحبت نکردیم. ببین در مورد دلار محدوده بین 104 تا 104 60 70، همونطور که اواخر هفته قبلم روز اگه خاطر رو پنجشنبه جمعه صحبت کردیم، که گفتیم که فعلا تو محدود شرایطی که هستیم، ما نظر دادهای اقتصادی و موقعیتی که الان تو بازارها داریم موقعیت چیز نیستش، یعنی این دادههای اقتصادی دادهایی نیستش که باعث بخواد در واقع تضعیف زیاد بازار سهام بشه، بازار ارز بشه، بازار دلار بشه، ارزش دلار بشه. چون دادهایی که داریم درسته که به این معنی هستش که خب بانک مرکزی میره به سمت کاهش نرخ بهره و فلان و اینا، این میتونه برای بازار دلار در واقع برای ارزش دلار منفی باشه. از اون طرف میگم تنش ژئوپلیتیکی رو داریم، اتفاقای دیگر داریم که خود اینا میتونه برای دلار مثبت باشه. بنابراین عواملی که داریم عوامل متضادی، اینا عوامل مقابل هم دیگه است. نه فعلا در کوتاه مدت حداقل برای این چند روز آینده تو این هفته دلار به احتمال زیاد به شاخص دلار بین همون محدوده 104 تا 104 60 70 تو این محدوده حرکت میکنه و این فعلا عامل محرک زیادی نداریم. من نظر تکنیکال هم اگه رو چارت نگاه کنیم که 104 یک سطح، همونطور که اینجا رو چارت میبینید 104 یک سطح بسیار بسیار کلیدی شده برای یه نقطه محوری کلیدی شده برای شاخص دلار. کاهش زیر 104 میتونه احتمالاً ما رو تا تو محدوده در واقع روش 102.50 هم ببره. این هم از در مورد دلار. تمام همین بازار رو صحبت کردیم. اگر مثلا حالا من زوم رو تموم میکنم، جلسه زوم رو در کلاب هاوس ادامه میدیم، بچه که زوم هستید رو بعد بچه تون خدافزی میکنم برای در کلاب هاوس ادامه میدیم که برای پرسش پاسخ، بچه که حالا بعد این ویدیو رو هم میبینید در شبکه شما میتونید چه در وبسایت چه در جای دیگه میتونید در بخش کامنت ها سوالی چیز داشتید بنویسید، قطعا برمیگردیم به سوالتون جواب میدیم. پس من بچه که تو زوم هستن خدافزی میکنم تا بریم به سمت بچه کلاب هاوس. خدا یارو نگهدارت. دوستان که در کلاب هاوس هستید وقتتون بخیر، اگر سوالی صحبتی دارید